رویداد ارائه نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما چندین قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های هواپیمایی به امضا رسید. جمع مبلغ و در واقع تعداد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها و توافق‌نامه‌هایی که در این رویداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان و طرف تقاضا منعقد شد الان به 235 میلیارد تومان رسیده. قراردادهایی برای استفاده از ظرفیت‌های توان داخلی نخبگان و مقابله با تحریم صنعت هوایی کشور. فرصت تحریم فرصت خوبی است برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا خودشون رو نشون بدن و به نظر من محصولاتشون خریداری میشه. ما خودمون مشتری هستیم. طی دو روز این رویداد شرکت‌های هواپیمایی نیازهای خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه قطعات حساس انواع هواپیما ارائه کردند. تسترها و آزمایشگرهای خاص که اکثرا خارجی هستند و با توجه به شرایط تحریم تهیه‌اش فعلا برای ما ممکن نیست و یا بسیار سخت است. ما اینها رو در معرض دید دوستان عزیزمون در شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دادیم که بتونن از این قابلیت استفاده کنن. متخصصان داخلی هم در شرکت‌های دانش‌بنیان نتایج تحقیقات و فعالیت‌های به ثمر رسیده را عرضه کردند. این دستگاه برای برای بستن ماژول موتور استفاده میشه ازش. دانش بسیار بالایی توش هست. ابزارهای مخصوص موتور بسیار گران قیمت هستند. تحت کنترل شرکت‌های سازنده موتور هستن. اجازه نمیدن این دانش دست کس دیگه بیفته. ولی خوشبختانه ما با مهندسی معکوس با جوانای نخبه‌ای که داخل کشور وجود دارن تونستیم اینا رو بسازیم. اینا در حد میل اسپکتن. میل اسپک بالاترین استاندارد جهانه. اینا بعد از 6 دفعه تست شدن و کار آزم بودن بعد میره رو هواپیما و پرواز میشه. 20% توان هوایی به دلیل عدم کارکرد مناسب این قطعه است. ما رو این وارد شدیم، بالغ بر 20 فناوری داخلش هست و ما در ایران داریم اینا رو میسازیم. یکی از متعلقات مهم موتور هواپیما انژکتور یا در واقع نازل موتوره که نقش اساسی در راندمان و عمر موتور داره که ما وظیفمون در واقع اوورهال و تعمیر اساسی این قطعاته. قرار صندوق نوآوری و شکوفایی برای تضمین قراردادها و همچنین تأمین مالی آنها تسهیلات ویژه‌ای ارائه کند. به هر حال اگر ارتباط صنایع دیگر با شرکت‌های دانش‌بنیان هم بیشتر شود، هم در عمل اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد و دیگر تولید و اشتغال هم رونق می‌گیرد.